سلام، به پندار خوش اومدید. من هانیه هستم و این پاورقی قسمت 44 سریال عروس جدیده. آقا قلندر با پسرهایش و کامیل به خانه میرسد. زنها دارند از همه حلالیت میگیرند و میروند. آقا قلندر پشت سر آنها کلون در را میاندازد تا مبادا پشیمان شوند و برگردند. از طرف دیگر هازار و اصلان میروند تا به مادرها کمک کنند. هازار عایشه و آسیه را به ایستگاه اتوبوس میبرد. برای آسیه فردا اتوبوس هست و برای عایشه هم اتوبوسی نیست چون در حلب جنگ شده است. هازار آنها را به خانه باران پیش معتبر میبرد و دوباره هر سه هوو در یک خانه میماند. فرهاد و اسد و مسلم در انبار موسیقی گوش میدهند و شعر میخوانند. شیرین پیش آنها میرود. وقتی چشم فرهاد به شیرین میافتد آنجا را ترک میکند. اسد میگوید انگار آنها از هم جدا شدند و شیرین تایید میکند. اما اسد میپرسد کدام یک از آنها یعنی شیرین و فرهاد آن یکی را ترک کرده. شیرین جواب میدهد فرهاد او را ترک کرده. اما اسد ناراحت میشود و میگوید حساب او را میرسد. فرهاد در استبل در حال کار کردن است که مسلم با شوکر برقی به او نزدیک میشود و بعد از اینکه صدایش میزند به او شوک میدهد. فرهاد بیهوش نقش بر زمین میشود. مسلم در حال رفتن میگوید فکر کرده کیه که برادرزاده او را ترک میکند. باران به اصلان زنگ میزند و خانواده او به جز فرهاد را برای افطار دعوت میکند. اصلان قبول میکند ولی میگوید فکر نمیکند پدرش قبول کند. باران به قلندر هم زنگ میزند و او را برای افطار دعوت میکند اما قلندر قبول نمیکند. در همین موقع کامیلا و کامیل پیش قلندر میروند و کامیلا میگوید آنها را هم برای افطار دعوت کردند ولی اگر او نمیرود آنها هم نمیروند. قلندر میگوید چه عجب که طرف او را گرفتند. کامیلا از قلندر میپرسد برنامه او برای آینده چیست؟ قلندر به شوخی میگوید میخواهد ازدواج کند اما بعد میگوید از مجردیش لذت میبرد. بلا پیش شیرین میرود تا به او بگوید دارند به خانه دورانها برای افطار میروند. شیرین میگوید منتظر بمانند تا او هم حاضر شود. بلا تعجب میکند و میگوید در خانه منتظر او میمانند. در خانه دورانها زنان قلندر سعی دارند به دیلان دستور بدهند و از او یک ایراد پیدا کنند. معتبر به دیلان میگوید که بلند شود و سفره افطار را بچیند. دیلان به خدمتکارها دستور می‌دهد که بروند چون خودش می‌خواهد تنهایی با ظروف جهیزیه‌اش سفره را بچیند. در همین موقع خانواده بزرگ از راه می‌رسند. باران به استقبال آنها می‌رود و با دیدن شیرین خوشحال می‌شود. دیلان سفره را پهن می‌کند و بعد از صرف غذا خدمتکارها می‌خواهند ظرف‌ها را جمع کند که دیلان فریاد می‌زند و می‌گوید آرام‌تر، این ظرف‌ها معمولی نیستند. آسیه به دیلان میگوید خودش ظرف‌ها را جمع کند. دیلان ظرف‌ها را جمع می‌کند اما همه از دستش می‌افتد و می‌شکنند. آسیه و عایشه می‌خندند و می‌گویند اینطوری دیگر چشم نمی‌خورند. در خانه قلندر مسلم فرهاد را بسته و با چوب پاهایش را فلک کرده است. مسلم به او میگوید چطور جرأت کرده برادرزاده او را رها کند و او را با چوب میزند. از صدای داد و فریاد فرهاد ترکمن به انبار میآید و میپرسد چه خبر است. او میپرسد فرهاد هم میخواهد مثل فیصل زن قسطی بگیرد که او را میزند. مسلم جواب میدهد تقریبا همینطور است. ترکمن وقتی این حرف را میشنود چوب را از دست برادرش میگیرد و خودش شروع میکند به محکمتر زدن فرهاد که مسلم جلوی او را میگیرد. کامیلا به اتاقش می رود و می خواهد با سکه ها سلفی بگیرد که وسوسه به سراغش می آید و در تصورش فرشته های خوبی و بدی را می بیند و با آنها می گوید چقدر آنها مثل او زیبا هستند. فرشته شر می گوید او یک اروپایی است. سکه ها را بردارد و فرار کند اما فرشته خوبی می گوید ترک است و سکه ها را تحویل بدهد. کامیلا سر دوراهی می ماند. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.